سلام، هاو احوال شما؟ حال شما خوبه؟ بس الحمد لله. سلام اما علیکم. سلام و عرض ادب، به به حال شما خوبه ان شاء الله. سپاسگزارم، متشکرم، خوشحالم شما دوستان رو میبینم. دوستان بزرگواران، من فکر می‌کنم که آقای دکتر سعدوندی رو غیر از فارغ التحصیلی ممکن خیلی کثیر دیگری از مردم هم می‌شناسن به دلیل خدمات و راهنمایی‌ها و کارهای بزرگی که در زمینه آموزش فکر های کاربردی مخصوصا. های کاربردی داشت. خیلی دوست دارم که اگر که آقای سنگان و شما موافق باشید، آقای دکتر هم موافق باشن که اصلا روند رو به گونه ای ببریم جلو که از کارها و خدماتی که ارزشمندی که آقای دکتر هم دارن هم بشنویم اینجا. و خیلی خوشحالم آقای دکتر، اگر که موافق باشید، سلامت باشید، چون به هر حال همایش فارغ التحصیلان مفید هست و شما از خانواده مفید محسوب میشید، شاید دوستان فارغ التحصیل خیلیشون شما رو نشناسن به لحاظ پایه‌ای که تشریف داشتید، مقطعی که تشریف داشتید، دوره‌ای که تشریف داشتید. یه کوچولو اگر که دوستان رو مفیدی ها سر کد دوره رو میخوان اگر اینجا شروع بفرمایید با خاطرات مفیدی اگر شروع بفرمایید. بس خدمتتون توضیح کنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، تشکر میکنم از شما به خاطر این فرصت و این جمعی که تشکیل دادید و من یک بار هم توفیق داشتم، افتخار داشتم که در جمع فارغ التحصیلان در مورد مسائل اقتصادی کشور وقتی که از دبی به ایران برگشته بودم همون سال اول شرکت کردم و خیلی جلسه خوبی بود. البته یک مقدارم جلسه چالشی بود که اون هم نمک در واقع این نوع جلسات هست و باید باشه. من سعدوندی هستم، علی سعدوندی هستم، فارغ التحصیل دوره 11 دبیرستان یک مفید و سال 1370 وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم. رشته مهندسی صنایع رو به پایان رسوندم. سال 1375 وارد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه شدم و دوره اول ارشدم رو اونجا به پایان رسوندم. بعد به امریکا رفتم، دانشگاه ویرجینیا تک، دو تا مستر، یعنی یک مستر اقتصاد اونجا دریافت کردم و درسای دکترا رو تموم شده بود، من تا یک مستر جدیدی رو شروع کردم، MBA فایننس، و یک زمانی ما رو مخیر کردند بین دکترای اقتصاد و MBA فایننس و من ترجیح دادم MBA فایننس رو بگذرونم چون سطح دانشکده فایننس خیلی بالاتر بود. به ایران بازگشتم، 3 سال ایران بودم. در 3 سالی که سال 2003 تا 2006 ایران بودم مجددا دوره دکترا رو در ایران شروع کردم و دو تا کار مهم انجام دادم. یکی یک شرکتی بود به نام نیکان کپیتال که کار در واقع asset management و مسئولیت ریسرچ رو به عهده داشتم که اون زمان افتخار داشتم با برخی از دوستان مفیدی اتفاقا اونجا همکار و همراه بودیم و خیلی خیلی تجربه مفید و خوبی بود. و یکی از اون دوستان که آقای مهدی راستاد باشن، الان در واقع یادی میکنم از ایشون چون ایشون واقعا در زمینه دیتا ماینینگ و در زمینه کارهای استاتستیکس و آماری واقعا یک کار خیلی عظیمی انجام دادن. من از کجا میگم کار خیلی مهمی بود؟ چون بعدها از سال 2006 بنده به عنوان VP جذب سیتی بانک شدم در دبی و اونجا بود که فهمیدم که در واقع کاری که کار آماری که ما انجام دادیم در نیکان کپیتال در حد شاید برتر دنیا بوده. و البته اون زمانی که ایران بودم یک در واقع مستر پلن بانک پارسیان رو هم در خدمت آقای دکتر مسعود نیلی و آقای دکتر محمد طبیبیان اینها شرکتی داشتن، بنده در واقع مدیر گروه بودم و اون پروژه رو به عهده داشتیم که بازم برخی دیگه از دوستان مفیدی اونجا حضور داشتن مثل آقای دکتر علی سرزعیم در تیم ما کار میکردن اون زمان و افتخار داشتم که با این دوستان همراه بودم. سال 2006 عرض کردم خدمتتون وارد سیتی بانک شدم. سال 2008 به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه استرالیای وولنگونگ مسئول گروه بانکداری دانشگاه استرالیای وولنگونگ شدم. به مدت 10 سال در دانشگاه وولنگونگ مشغول بودم. از سال 2017 جست و گریخته بعد از مدت‌ها به ایران برگشتم و همون زمان بود که اولین همایش فارغ التحصیلان مفید رو شرکت کردم و اونجا سخنرانی داشتیم، عرض کردم خدمتتون.
و دیگه از اون به بعد من کلینیک اقتصاد رو به وجود آوردم، چون احساس میکنم واقعا این علم خیلی مورد اجهاق قرار گرفته، ما خیلی با دنیا فاصله داریم. کتابی که در زمینه اقتصاد کلان الان به عنوان مرجع کتاب برای آزمون کارشناسی ارشد و دکترا هست، کتابی هست که در تمام دنیا منسوخ شده و من بعید میدونم اگر مثلا شما 100 یا 200 دانشکده اول اقتصاد دنیا رو سر بزنید و بگید که ما در ایران مرجع درسیمون کتاب آقای برانسون هست، اینها اصلا با تعجب میگن برانسون کیه؟ این کتاب چی هست؟ مال کجا هست؟ مال کی هست؟ چرا؟ برای اینکه علم اقتصاد کلان از 1980 کاملا تغییر کرده. یک زمان توصیه های علم اقتصاد کلان به تورم و ابر تورم می انجامید، ولی الان علم اقتصاد کلان یکی از موفق ترین و شاید موفق ترین علم انسانی است که موفق شد در دنیا، در بیش از 180 کشور دنیا مسئله تورم رو حل کنه. اگر در کشور ما حل نشده، چون به توصیه های علم اقتصاد متاسفانه عمل نمی شود. من کلینیکی به وجود، یعنی در واقع یک آموزشکده آنلاین و مجازی به وجود آوردم به نام کلینیک اقتصاد، و خوشحالم که برخی دیگه از دوستانم در همین زمینه گام برداشتن در رشته‌های دیگر، اما خیلی خیلی خوشحالم انشالله که بشه هم‌افزایی هم وجود داشته باشه در این زمینه. ما خدا را شکر تا اینجا خیلی موفق بودیم. یک چیزی تا 3-4 ماه پیش یک چیزی حدود 2000 اکانت در کلینیک اقتصاد ساخته شده بود که این دوره‌ها رو خریداری کرده بودن. الان برداشتم این است که احتمالاً یک چیزی حدود 2500 تا 3000 نفر در دوره‌های ما حضور داشتن خدا را شکر، و بنای بنده این هست که فقط کاری که از ابتدای امسال انجام دادم به عنوان در واقع یک عضو کوچک جامعه مفید من خدمتون عرض میکنم، وگرنه بنده کار زیادی انجام ندادم. ولی دو کتاب اصلی داره علم اقتصاد کلان، یکی رو در دانشگاه هاروارد آقای پروفسور منکیو نوشته، یکی رو در دانشگاه MIT آقای پروفسور بلانچارد نوشته. این دوتا کتاب مجموعاً یه چیزی حدود 2000 صفحه مطلب هست، یک چیزی حدود 1600-700 صفحه مطلب هست و یک چیزی حدود 45 فصل که ما که شروع کردیم به تدریس از فصل اول کتاب و همزمان دوتا کتاب رو با هم دیگه تدریس کردیم، از فصل اول شروع کردیم و به امید خدا اگر زنده باشیم و توفیقی باشه ماه بعد کل دوتا کتاب رو برای اولین بار به زبان فارسی و اسلایت های دو زبانه که ترجمه شده کل این اسلایت ها رو تدریس میکنیم. برای اولین بار بعد از حدود 40 سال علم اقتصاد روز داره به جامعه فارسی زبان انشالله ارائه میشه و من خداوند رو شاکر هستم برای این توفیقی که داشتم. ببخشید من اگر معرفی طولانی شد، فقط عرضم این بود که در زمینه اقتصاد ما کارهای زیادی انجام دادیم. بالاخره چون میدونم وقتی صحبت بشه و مطالب گفته بشه شاید باز هم چالشی بشه، چون بسیاری از مطالبی رو که بنده اصلا از روی عمد سعی میکنم مطرح کنم مطالبی هست که در جامعه ما شاید معکوس شنیده شده و جامعه ما معکوس فهمیده شده، و من وظیفه خودم میدونم که در واقع اندیشه مدرن رو به جامعه ایرانی منتقل کنم. حالا باز هر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. من اجازه میخوام سوال بپرسم. عذرخواهی میکنم. حالا من داشتم همزمان که خیلی مشتاقانه اتفاقا صحبت های شما رو گوش میدادم و امروز آماده یادگیری هم خیلی، لیست بعضی از عزیزانی که تشریف آوردن الان رو میبینم. الان اون بخشی که من خودم میشناسم یا پدر و مادر هستن یا معلم هستن، اون دوستانی که حالا بر تو دنیای مجازی بنده میشناسمشون و ارتباطی دارم. معمولا حالا من هم خودم هم آقای مقیم خان سابقه آموزشی داریم، اینجوریه برای نوجوان ها که اقتصاد رشته اقتصاد به عنوان چشمانداز خوب در نظر گرفته نمیشه، یا اگر یه نوجوانی میخواد خانواده نمیذاره، شما به عنوان به هر حال یه شخصیت علمی موفق در این جایگاه، من خیلی تیز وارد سوال شدم چون دیشب وقت کم آوردیم در لایو آقای افشار مقدم، گفتم سریعتر شروع بکنم. آیا واقعا توصیه میکنید که خانواده ها این رو به عنوان یک رشته تراز اول برای فرزندشون ببینن، حالا مخصوصا که الان تو جامعه ما پولساز بودن رشته بسیار بسیار مهمه برای خانواده ها و نگرانی اقتصادی داره باعث میشه که بچه ها با رشته های خاص کشیده بشن؟ الان هم به هر حال این ویدیو رو خیلی از خانواده مفید که الان فرزندی دارن در حال تحصیل میبینن، میخواستم یه کوچولو اول از اینجا وارد بشیم تا اون سنگ بنای اقتصاد و فهمی که حداقل ماها داریم و احتمال زیاد با شما متفاوته رو یکی کنیم، بعد ادامه مسیر رو پیش بریم ان شاء الله. چشم، حتما. بسیار سوال،
جان. بپرسم آقای دکتر، شما در ادامه همین سوال رو کشیدین که آیا کوشه رو برگشتیم، یعنی من فکر کنم که این ما به این چالش هم آخه میخوریم، چون بله شما توی فرمایشات که توضیح میدادید من اتفاقا ناامیدی اومد سراغم که فهمیدم که اصلا مثل که از ریشه مشکل داریم، فقط کسانی که زمامداری هستن نیست، اصلا فضای علمی و دانشگاهی هم عقب هستن. بله همینطور. سوال دوم اول پاسخ میدم خدمتون که کوتاه‌تر هست. خب پدر بنده رو شاید برخی از دوستان بشناسند، ایشون پزشک بودند و خیلی زحمت کشیدند، خیلی اهل خیر بودند و دچار تومور مغزی شدند و من افتخار داشتم که 2 سال آخر رو در خدمت ایشون باشم و خیلی خدا هم رحمت کنه ایشون. خدا رفتگان شما رو بیامرزه، خیلی هم خوشحالم که برگشتم و خدمت ایشون بودم. واقعیتش هم این هست که حالا امسال یک مقداری میبینم که بالاخره ممکنه جو ناامیدی حاکم بشه، ولی در طی این 3 سالی که من ایران بودم خیلی تلاش کردم و ذهنیت ها رو تا حد زیادی تغییر دادم، ولی خب بالاخره در واقع جبهه جهل هم مشغول هستند و مثلا عملیات بازار باز که شاید شنیده باشین افتتاح شد، خب بنده خیلی نقش داشتم، هم واقعا در رسانه حضور داشتم و فشار آوردم تا این عملیات بازار باز که مهمترین تجربه بشری در کنترل تورم هست و موفق ترین که در کشور اجرا بشه، ولی به اسم اجرا شد و در عمل کاملا معکوس اجرا شد. یعنی شما ملاحظه میفرمایید که الان وضعیت رشد نقدینگی، رشد پای پولی و رشد تورم ها از قبل بدتره. البته بعضی از دوستان به من چیز کرده بودن، به من هشدار داده بودن که کارهایی که شما میکنید در نهایت معکوسش رو اجرا خواهند کرد، ولی من باور نمیکردم تا وقتی خودم در به چشم خودم دیدم که چگونه سعی میشه که در واقع اگر که نوآوری هم در اقتصاد صورت میگیره در نهایت سعی میشه که نتیجه خاصی نداشته باشه یا حتی نتیجه نامطلوب داشته باشه. بله بله، این پاسخ سوال شما که من چرا برگشتم. و از وقتی هم برگشتم بسیار مشغول بودم، تلاشم این بوده، بالاخره متاسفانه وان من شو بوده، یعنی یک فرد بنده شروع کردم به کار و تلاشی رو کردم. حالا خدمت عزیزان خیلی راحت خدمت شما عرض میکنم که بنده با اینکه 10 سال مسئول گروه بانکداری دانشگاه وولونگونگ بودم، سال اولی که اومدم برای 4 دانشگاه اول کشور در رشته اقتصاد و رشته مدیریت مالی تلاش کردم که وارد دانشگاه بشم. خب بالاخره تنگ نظری بود و اجازه ندادن، ولی ما که نباید ناامید بشیم که الان من این کلینیک اقتصادی که به وجود آوردم انشالله روزی خواهد رسید که من تلاشم این هست که انقدر سطح علم اقتصاد رو در میان عامه، در میان دانشجویان رشته های مرتبط مثل مثلا اقتصاد، مهندسی صنایع، مدیریت به طور کلی و حسابداری حتی و کلا خیلی از رشته‌های مهندسی، من تلاشم این است که اینقدر سطح علم اقتصاد و دانش مالی و بانکداری رو افزایش بدهم که این باعث بشه که یک در واقع تقاضایی از جانب عامه مردم شکل بگیره، یعنی بالاخره یک فشار اجتماعی ایجاد بشود که این فشار اجتماعی در نهایت منجر به این بشود که انشاءالله ما هم مثل بقیه کشورها به سرمنزل توسعه برسیم. واقعا پیچیده نیست، معجزه هم نیست، کشور ما واقعا قابلیت های زیادی داره، ولی خب در زمینه علم اقتصاد متاسفانه خیلی عقب هستیم. علم اقتصاد در ایران مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، علم اقتصاد چند دهه عقب هست و تخریب گسترده صورت گرفته، مخصوصا در واقع گروهک هایی که در ابتدای انقلاب بودن، اینها خیلی رسوخ دارن در علم اقتصاد، نفوذ دارن، حضور دارن. شاید بعضی از دوستان لایو دیشب بنده رو دیده باشن که با سه تا یا چهار تا دیگه از اساتید اقتصاد ما یک لایوی داشتیم. خب صحبت هایی که این عزیزان میکردن انقدر متفاوت بود با نظرات بنده که خب نظرات مال بنده که نیست، که نظراتی است که الان در علم اقتصاد، در علم اقتصاد روز داره در دنیا پرکتیس میشه، در دنیا عمل میشه و خیلی تلاش باید بکنیم. این پاسخ سوال شما بود در زمینه این که آیا باید علم اقتصاد رو عزیزان ادامه بدهند یا ندهند. ببینید علم اقتصاد جزء رشته های برتر در خارج از کشور به خصوص در امریکاست. بفرمایید رشته فایننس، دکترای فایننس که در امریکا اول بود، یعنی سخت ترین رشته ای که شما میتونستید وارد بشید مهندسی برق، مثلا مهندسی نبود کلا، حالا مثلا مهندسی برق رشته فایننس بود که اتفاقا از نظر ریاضی با رشته فیزیک و
ریاضیات و مهندسی مثلا برق و الکترونیک و اینا یه مقداری نزدیکی داره، یک مقداری قرابت داره. به هر حال این رشته در دکترا که اول بود، در مقطع لیسانس هم که شما در نظر می گرفتید خب خیلی متنوع بود، یعنی افراد ممکن مثلا من میشناختم در بانک یک سری افراد رشته هیستوری تاریخ یا رشته مثلا کتابداری خونده بودن اومدن تو بانک خیلی موفق بودن. دقت می‌کنید؟ یعنی انقدر محدود نمی‌کنند، افراد رو جذب می‌کنند، استفاده می‌کنند. یعنی فرد فکر نمی‌کنه که اگر که مثلا اگر پزشکی وارد نشود، مثلا پرستاری وارد شد، زندگیش تموم شده. در ایران اینطوره، یعنی ما اگر در کنکور شما درست انتخاب نکنید برای همیشه عقب خواهید افتاد. من حتی در مقطع وقتی که کنکور هم دادیم میخواستم اول اقتصاد بزنم، بعد با یکی مشورت کردم، یکی از دوستان مفیدی بودن، ایشون گفتن که رشته اقتصاد، و چقدر هم خوب گفتن، گفتن رشته اقتصاد خیلی عقب هست و شما مهندسی صنایع بزن. و من مهندسی صنایع زدم و حالا شاید اگر مهندسی برق میزدم مثلا نفر آخر برق شریف میشدم، ولی مهندسی صنایع زدم نفر اول مهندسی صنایع شریف شدم. اون زمان آقای هاشمی هم اومدن یک لوحی به ما دادند و خلاصه که این لوح هیچ وقت هیچ دردی هم نخورد. حالا اگر دوستان استفاده ای براش میشناسن تو رو خدا بفرمایید ما با این لوح چیکار کنیم. الان چند دهه هست این لوح داریم و به درد نخورده. حالا ببینید علم اقتصاد در ایران هم کسانی که اقتصاد خوندن در نهایت وضعیت بهتر مالی پیدا کردن. خیلی مواقع من دیدم حتی بهتر از اقتصاد متاسفانه حسابداری بوده. چرا میگم متاسفانه حسابداری بوده؟ چون ببینید رشته در واقع در علوم انسانی به عنوان مثال وقتی افراد کنکور میدن اول حقوق رو انتخاب میکنن، بعد روانشناسی رو انتخاب میکنن، بعد مثلا حسابداری و مدیریت هم انتخاب میکنن. یعنی شاید خیلی اول مدیریت رو انتخاب کنن بعد حسابداری، ولی واقعیت این هست که حسابداران مطالبی رو میدانند که بعداً در تصمیم گیری های شخصی و در تصمیم گیری های در موقعیت های شغلی بهتری پیدا میکنند. دقیق میفهمید؟ یکی از مزایایی که رشته اقتصاد قبلا در ایران داشت الان این مقدار کم رنگ شده این هست که تعداد زیادی درس های حسابداری داشتن، مثلا درس های بیمه داشتن، درس های حسابداری داشتن، درس های مدیریت مالی داشتن. اینها بعداً در عمل خیلی کمکشون میکرد، خیلی خیلی وضعیت بهتری پیدا میکردن. در ایران هنوز علم اقتصادی که تدریس میشه در دانشگاه بسیار ضعیفه. اینو خدمتتون عرض کنم، من خیلی برای من سخته که به یک جوان 18 ساله عرض کنم که بیا اقتصاد مثلا برو اقتصاد دانشگاه تهران بخون. چقدر میفهمید؟ ولی توصیه‌ام این هست که در مقاطع بالاتر یا به صورت سلف استادی مثل همین کاری که ما کردیم، مثلا علم اقتصاد کلان رو تدریس کردیم به صورت آنلاین الان هست، من خیلی توصیه میکنم که به صورت سلف استادی دوستان بخونند و رشته‌ای رو انتخاب کنند که مثل کاری که بنده کردم مثلا رشته مدیریت یا مهندسی صنایع، رشته‌ای رو انتخاب کنند که به رشته اقتصاد و مدیریت مالی و اینها هم نزدیک باشه، فایننس و سرمایه گذاری و بورس و این مسائل هم نزدیک باشه. احتمال میدم که از نظر مالی وضع خیلی خیلی بهتری پیدا بکنند. الان واقعا فارغ‌التحصیلان جوان رو که میبینم تنها قشری رو که میتونم با جرأت خدمت شما عرض کنم که وضع مالی خوبی پیدا کردن، تونستن تشکیل خانواده بدن، خونه بخرن، کسانی هستن که جذب مثلا مؤسسات تأمین سرمایه شدن، اینوستمنت بانک ها که در ایران هم هست. یعنی افرادی بودن که در رشته مهندسی مالی معمولا یا در رشته اقتصاد یا مهندسی مالی یا مدیریت مالی فارغ التحصیل شده بودن و موقعیت شغلی خیلی خوب پیدا کردن. من برداشتم این است که بازارهای مالی در آینده نزدیک توسعه خیلی خوبی خواهند داشت. فقط یک نکته دیگه اضافه کنم و اون هم این هست که توصیه اکید میکنم به پدر مادرها، به معلمان. حتی من خودم روزهای اولی که اومده بودم میخواستم در مدرسه مفید این دوره رو برگزار کنم، منتها احساس کردم از طرف مدرسه استقبالی ممکنه نشود. برای ببینید دوره های هوش مالی هست، سواد مالی هست برای افراد قبل از دبستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان. من خودم یک بار در دبی یکی از دوستان بنده خواست که من به دخترشون تدریس کنم، ایشون در مدرسه حالا خاطرم نیست یا بریتیش بود یا آمریکایی بود، بریتانیایی یا آمریکایی بود، ایشون تحصیل میکرد. باور بفرمایید کتاب اقتصادی که به اینها در دبیرستان درس میدادن، مطالبی که مطرح میشد اساتید اقتصاد ایران نمیدونستن. به جرأت خدمت شما عرض میکنم اساتید اقتصاد ایران برخی از این مطالب رو نمیدونستن و این دختر در دبیرستان میآموخت. دقیق میفرمایید در آمریکا هم که ما بودیم بجز رشته فکر میکنم فلسفه بود، تمام رشته ها به خصوص رشته های مهندسی، همینطور که ریاضی یک و ریاضی دو و فیزیک یک و فیزیک دو و برخی از رشته های شیمی، شیمی یک و شیمی دو دارن،
همه رشته ها اقتصاد یک و اقتصاد دو داشتن. یعنی نیاز هست که شما آشنا باشید با مفاهیم اقتصادی، با مباحث تحلیل مالی، با سواد مالی، با هوش مالی. نیاز است که فرزندان ما آشنایی داشته باشند. خودم اگر فراغت پیدا کنم از مثلا تدریس اقتصاد در مقطع بالاتر، مطمئن باشید که در واقع دوره های اقتصاد رو برای فرزندانمون انشالله اگر توفیقی باشه 60 سال بعد ایجاد کنم و اجرا کنم و ارائه بدهم. در خدمت شما هستم. خیلی خیلی استفاده کردم آقای دکتر. من خیلی دوست خواهش دارم که وارد چالش های اقتصادی بشیم، ولی قبلش میخواستم که یه سوال دیگری، حالا من خودم مبتدی ام واقعا، تمام این فرمایشات شما رو من با پوست و گوشت و استخون حس کردم، یعنی انقدر که سواد، یعنی فهم متوجه شدم که سواد مالی نداشتن چه ضرر و زیانی به زندگی آدم میزنه. واقعا من فکر کنم که کلینیک اقتصادی که شما بنیان گذاری کردید، مخاطبش احتمالاً کسانی هستن که توی رشته های اقتصاد و مرتبط دارن، عنوان سلف استادی میخوام بهش رجوع بکنن، اما اون میزان دانش اقتصاد و دانش مالی که میفرمایید رو خواستم یه کوچولی توضیح بفرمایید که اصلا یعنی چی؟ اصلا کلا یک نفر، نه یک نفری که در سطح کلان اقتصاد میدونه، یک شهروندی، یک دانش آموزی که قرار اقتصاد بدونه، یعنی باید چی بداند؟ آیا اینکه بریم توی بورس سرمایه گذاری کنیم بعد اقتصاد بدونیم حتما، یا چه اتفاقی اصلا در زندگی اون میفته؟ اگر بله تو بورس هم می‌خوایم سرمایه گذاری کنیم بعد اقتصاد بدانیم، در این مسئله شک نفرمایید، ولی توضیح میدم خدمتتون. ببینید یک مسئله ای که من اینقدر تاکید میکنم روی مباحث هوش مالی و آموزش اقتصاد این هست که بسیاری از مباحث اقتصادی کانتر اینتویتیو است. کانتر اینتویتیو یعنی ضد شهودی است. یعنی شما اگر اقتصاد نخوانده باشید، برداشتی دارید از مباحث اقتصادی که بسیاری اوقات دقیقاً عکس اون باید انجام بشه. دقیقاً می‌فهمم مباحث متعدد. من دیشب این لایوی که داشتم متأسفانه اساتید اقتصاد ما مشخص چی نخوندن، یعنی واقعا من نمیدونم، مثلا حتی یکیشون که خیلی چی بود، بعدا من گفتن به من که خود مجری تماس گرفت بعد از برنامه، گفت آقا دیدی چه برنامه‌ای بود. بعدشون گفت که این عزیز ما فول پروفسور اقتصاد هست. ببینید مسئله اینجا بود که حالا مثال میذارم خدمتتون، ایشون این عزیز ما میگفتن که برای اینکه تورم کنترل بشه باید نظارت ها رو بیشتر کرد، تعزیرات رو بیشتر کرد. حالا دیگه در تلویزیون چیز نگفت، ولی من میتونم ترجمه کنم برای شما که اگر دو نفر رو بگیرن مثلا ببرن در میدون مثلا انقلاب یا ولیعصر شلاق بزنن یا دو نفر رو دار بزنن، احتمالاً مسئله گرانی ها حل خواهد شد، مثلا تورم حل خواهد شد. این ساده اندیشی ها یک روز و دو روز نیست، این ساده اندیشی ها سال هاست که ادامه پیدا کرده، رسوخ پیدا کرده در جامعه ما. و برخی از عرض کردم گروه هایی که یا گروه هک هایی که بودند خیلی سعی کردن این اندیشه های نادرست رو اتفاقا ترویج بدهند و تشویق کنند. ولی مثلا در زمینه تورم مثال میذارم خدمت شما، این که شما قیمت ها رو تثبیت کنید این به کاهش تورم نمی انجامد هیچی، این به افزایش تورم می انجامد. خب ببینید وقتی عرض میکنم counter intuitive یعنی این، شما سیاست رو در پیش میگیرید، هرچه سیاستتون موفق تر باشه، هرچه در اجرا بیشتر توفیق داشته باشید، از هدف بیشتر دور میشید. دقیقا میفرمایید اصلا کلن اضمحلال یک فرایند یا با میتونیم تعریف کنیم، یعنی حتی دینامیز بشم میتونیم بکشیم فرایند اضمحلال. فرایند اضمحلال زمانی اتفاق میفته که به یک دلیل یک مشکلی به وجود میاد که این مشکل رو در واقع این دلیل رو شما درمان اون مشکل درمان میگیرید. دقیقاً میفهمید، یعنی یک مشکلی، یک کاری کردید، مثلا یه آب آلوده فرد میخوره، فکر میکنه این آب آلوده مقدسه، دقیقاً میفهمید، اینو میخوره بعد وضع بدتر میشه، بیمار میشه. حالا که بیمار میشه چون این آب مقدس بوده دیگه، خب بیشتر میخوره، بیماریش تشدید میشه، باز بیشتر میخوره، بیماری تشدید میشه. این فرایند اضمحلاله. دقیق میفرمایید در زمین اقتصاد هم همینطوره. مثلا ما میبینیم قیمت افزایش پیدا از قبل از انقلاب هم شروع شده، یعنی از دولت هویدا شروع شد دهه 40، ما پایین ترین متوسط نرخ تورم و بالاترین نرخ رشد اقتصادی 10 ساله رو در کل جهان داشتیم. یعنی ایران امروز، ایران اون روز، ایران دهه 40 معادل کره جنوبی، چین و ژاپن امروز بودند. دقیق میفهم بود. اما در دهه 50 نرخ تورم زیر 2% به مدت 10 سال به شدت رشد کرد و به شدت بالا رفت.
و راهکاری که دولت در اون زمان در نظر گرفت که شاه هم از همین راهکار پشتیبانی میکرد این بود که برید کسبه رو بزنید، ببندید، تعطیل کنید، جریمه کنید، نذارید قیمت رو افزایش بدن، قیمت گذاری کنید و این کارا رو کردن، به انقلاب انجامید، یعنی کل اون کسبه مخالف شدن. و بعد از انقلاب مرتب ما سیکل های متعدد داشتیم، الان سیکل جدید در دولت جدید متاسفانه فعلا که همین اندیشه ها داره عمل میشه، دقت میکنم، یعنی مثلا صحبت هایی که وزارت محترم سمت موضع گیری هایی که میکنن دقیقا در همین جهته، میگن آقا ما نظارت هامون ضعیف بوده باید تقویت بشه، هر چه نظارت رو تقویت میکنید نرخ تورمتون بالاتر میره. حالا چرا بالاتر میره؟ عرض میکنم خدمتتون به عنوان یک مثال، دلیلش این هست که شما این نظارت که میکنید، این قیمت گذاری که میکنید، بخش عمده کالاهای مصرفی جامعه تولیدشون دیگه به صرفه نخواهد بود، تولید جامعه که کاهش پیدا کنه این خودش وارد کشور وارد کرنده تورمی میکنه، دقیق میفهمید، وقتی تولید به صرفه نباشه شما هر چقدر فشار بیارید در نهایت تولید صورت نخواهد گرفت، پس اینجا دیگه فشار کارگر نخواهد بود. این یک نکته. نکته دیگر این که یک مقدار پولی در جامعه هست که به شدت در حال رشده، مثلا سال گذشته و امسال رشد پول، یعنی رشد نقدینگی و رشد پای پولی و به طور مشخص رشد پول به مقدار زیادی از یک کریدور 40 50 ساله که ما درش قرار دادیم خارج شده، به شدت رشد کرده، بالاتر رفته، دقیق میفهمید. حالا این پوله داره رشد میکنه، شما یه سری از قیمتا رو کنترل میکنی، خب اون کالا رو ارزون تر میخری، پول بیشتری دستت هست، پوله که رشد کرده، این کالا هم که قیمتش تثبیت شده، خب برای خرید کالاهای دیگه شما بیشتر پرداخت میکنی، پس اینجا قیمت رو تثبیت کردی، در بقیه کالاها قیمت اوورشوت میکنه، قیمت بیش جهش انجام میشه، بیشتر رشد میکنه، خب این بازم صدمات خودش رو میزنه. به طور مشخص شما در قیمت ارز بازار آزاد این رو ملاحظه میفرمایید. عرض بنده این بود که اقتصاد یک علم ضد شهودی است، کانتر اینتویتیو هست و حتما باید آموخته بشه. ببینید برخی از ملل دنیا، برخی از اقوام دنیا این مسائل رو میدونستن، بنابراین به فرزندانشون در سنین نوجوانی یا قبل از مثلا بلوغ اینها رو تدریس میکردن. به عنوان مثال مثلا یهودیان در دنیا خیلی تأکید دارن روی اینکه فرزندانشون مثلا در دوران بلوغ باید سرمایه گذاری کنن، دقیقا میفهمم که حتی شده مثلا این پولشون از دست بره، مثلا حتی ضرر کنن مشکل نداره، تجربه ای کسب کنن، بدونن که به این مسائل نیاز دارن، یا آموزش میدن مباحثی رو مثلا مثل کمپاوند اینترست ریت، یعنی نرخ بهره مرکب و اینها رو آموزش میدن. نرخ بهره مرکب چیزی نیست که شما به صورت شهودی بدانید، نمیدانید و ضررهای عمده فردی که نداند این مسائل رو ضررهای عمده میپذیرند. یا مثلا در اروپا مثلا چند قرن هست که هلندی ها در زمینه آموزش صرفه‌جویی و حالا زیستن در واقع اقتصادی آموزش میدن، نسل به نسل اینها انتقال پیدا میکنه. در کشور ما مثلا میبینید که در یزد مثلا مردم خیلی دقیق تر تصمیمات اقتصادی رو میگیرن، این هم وضعیتی بوده که مثلا در بسیاری از استانهای کشور نرخ بیکاری بین 20 تا 30 درصد بود در همون زمان. الان من نرخ بیکاری یزد رو نمیدونم، ولی مثلا 10 سال پیش نرخ بیکاری یزد مثلا 1.4 درصد بود. حتی در کشور خودمون هم یه مقدار تفاوت در آموزش این مفاهیم، آموزش پدر به پسر یا به فرزند دیده میشه. امیدوارم که این عمومیت پیدا کنه و ما بتونیم این مفاهیم رو به کل جامعه انتقال بدیم. ببخشید من اگر که مطالب رو زیاد توضیح میدم، بالاخره باید جا بیفته. ما دو تا سوالم خوب جواب بدیم، ان شاءالله نتیجهش بهتر خواهد بود. در خدمتتون هستم. من باز هم سوال دارم. من خیلی تشنم در خصوص اطلاعاتی که دکتر می‌فرمایند. آقای دکتر، من می‌خواستم که اجازه بخوام ازتون این رو بپرسم که در قالب مقایسه حالا دولت‌ها با هم، حالا اصلا بحث سیاسی نیست و منتها ما خیلی این رو میشنویم که به اصلا بالاخره سن ما هم سن نیست که در زمان آقای خاتمی بودیم، مقایسه که میکنیم یک نسبتا اقتصاد بهتری رو توی اون دوره اصلا لمسش کردیم و بعدها این خیلی دچار بحران شد، اذیت شدن ملت و همیشه هم یه فرود و نزولی داشت. من میخواستم که در قالب حالا این مقایسه یه چشم‌اندازی هم به ما بفرمایید که
داریم کجا میریم، چه جوری وضعیت، تورم بیشتر خواهد شد، یا این دلاری که شنیدیم که اعلام کردن که قرار بشه 285,000 تومان، این چقدر صحت داره؟ بله، من در جریان تمام مسائل خیلی به دیتیل، یعنی به جزئیات همین مسائل رو میدونم، الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، در مورد اینکه دولت های مختلف از دولت، حالا از قبل از انقلاب من دو تا آقای دولت رو هاشمی، وجود دادم، حالا قبل از انقلاب خدمتتون عرض کردم، از دولت بعد از انقلاب، از دولت جنگ شما در نظر بگیرید، چون 2 سال اول انقلاب رو که نمیشه تحلیل چیزی داشت، ولی دولت جنگ رو شما در نظر بگیرید، دولت سازندگی رو در نظر بگیرید، دولت اصلاحات، دولت مهرورزی و دولت تدبیر و امید، و الان هم که نمیدونم دولت چی هستیم، ولی خاطرم فکر نمی کنم شعاری داشته باشیم الان. ولی علی ای حال، اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، من زمانی که در بانک بودم، خب دسترسی به دیتابیس های خیلی چیزی داشتیم، خیلی عمیقی داشتیم، که تحت عنوان بلومبرگ پروفشنال در واقع ترمینال شناخته میشد. نمیدونم شاید فیلمام دیده باشید، مثلا 2 تا مانیتور، یا من خودم 4 تا مانیتور داشتم. دقیق میفهمید که اینها مثلا اطلاعات مالی رو مقایسه میکردیم. من یک بار به سرم زد، گفتم برم ببینم که مثلا در 8 سال دولت اصلاحات رنکینگ ایران در دنیا کجا بوده. و من اومدم اون 8 سال اومدم در واقع رشد اقتصادی کشورهای مختلف رو به صورت کامپاوند در نظر گرفتم، یعنی اول 8 سال، آخر 8 سال، بعد اینا رو سورت کردم و اصلا باورم نمیشد. یعنی اون چیزی که دیدم، همینجور شوکه بودم، یه مدتی به این مانیتور نگاه میکردم که عجب وضعیتی ما خبر نداریم. و اون این بود که در اون 8 سال چند تا کشور CIS خیلی بالا اومده بودن، کشورهای کوچیک خیلی هاشون بالا اومده بودن به شدت. حالا خاطرم نیست، مثلا سنگاپور شاید، و به طور مشخص آذربایجان و ترکمنستان خیلی رشد کرده بودن، چون بعد از اینکه شوروی فروپاشید اینها خیلی پایین رفتن. دقیق میفرمایید. و قیمت نفت در انتهای اون 8 سال افزایش پیدا کرد، در ابتدای دولت اصلاحات خیلی خیلی پایین بود. و وقتی رنگ کردم در دنیا، ملاحظه کردم که بین کشورهای بزرگ دنیا، مثلا کشورهای که بالای 20 میلیون جمعیت دارن، کشور چین اول بود و ایران دوم بود. یعنی ایران در سطح دنیا هم یک چنین در واقع پیشرفت عظیمی رو در اون زمان شاهد بود. منطقه دلیلش رو البته من این میدونم که دولت آقای خاتمی زیاد به مسائل اقتصادی نمی پرداخت، یه مقدار گرفتاری ها جای دیگه بود، کمتر خرابکاری کرد. آره، کمتر خرابکاری. وگرنه همون دولت، شما میبینید همون ذهنیت ها، شاید بدترین دولتی که بعد از انقلاب داشتیم، من بارها گفتم الان هم هیچ ابایی ندارم که عرض کنم به عنوان متخصص، که دولتی که اصلا گوش شنوایی نداشت، دولت تدبیر و امید بود، که من خودم بارها و بارها تلاش کردم، بارها و بارها واقعا به شخص حضور پیدا می کردم، مطالب رو عرض می کردم، اصلا انگار گوش شنوایی نیست متاسفانه. خب همون در واقع افراد بودن که مجددا اومده بودند، و منطقه دیگه اون آمال و آرزوها رو هم نداشتن، اون دلسوزی های سابق رو هم به نظر میرسه نداشتن. ولی این سوالی که شما فرمودی در مورد دولت های مختلف، بله، دولت اصلاحات بهترین عمل کرد و در طی سالها داشت. دولت آقای احمدی نژاد یک کار خیلی خیلی خوب انجام داد، بقیه کارها قابل دفاع، من نمیدونم چقدر از کارها قابل دفاع باشه، ولی مسئله هدفمندی یارانها بسیار خوب بود که چپ و راست متاسفانه زدند و باش مقابله کردند و این سیاست رو بی آبرو کردند، و الان در دنیا داره همون سیاست اجرا میشه. دقیق میفهمید؟ ولی یک سیاست بسیار بسیار نادرستی هم در دولت آقای احمدی نژاد اجرا شد، که شانس آقای احمدی نژاد، فرصت آقای احمدی نژاد به تهدید تبدیل شد، و اون تزریق ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد بود. از 1350 تا امروز دلیل اصلی تورم تزریق ارز حاصل از فروش ثروت در اقتصاد هست. حالا یه زمانی تحریم نباشیم نفت میفروشیم، این ارز رو میاریم در داخل به پای پولی تبدیل میکنیم، باز تورم میشه، بعد ارز رو تزریق میکنیم، باز بیماری بلندی میشه. از هر دو جنبه ما ضربه خوردیم متاسفانه، و من افتخار دارم که هر دو مطلب رو خدا را شکر در ایران جا انداختم. یعنی الان تعداد زیادی شد، صدها دانشجوی اقتصاد حداقل میدانند که معضل اقتصاد ایران یکی تورم ناشی از افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است، و دیگری بیماری بلندی است. دقت میفرمایید؟ پس اگر که ما بتوانیم جلوی ارز رو بگیریم، یعنی ارز دولتی رو به صورت در واقع ریالی در بوجه تزریق نکنیم،
و تفکیک بودجه ارزی از ریالی صورت بگیره، ما خواهیم توانست انشاءالله وضعیت تورم رو به یک ثباتی برسونیم. و من به شما به جرأت عرض میکنم که اگر توصیه های علم، نه توصیه های بنده، توصیه های علم اقتصاد اگر عمل بشه، ما میتوانیم مثل سایر کشورها تورم زیر 5% و حتی زیر 2% داشته باشیم. علی رغم تحریم من عرض میکنم خدمت شما که میتوانیم این رو داشته باشیم. من سوال دیگر رو فراموش کردم، اگر بفرمایید ممنون میشم. چشم یک سوال انداز در بله بله چشم انداز آیندهمون حالا با توجه به دولت فعلی و چقدر دارن روی ریل حالا درست تری حرکت میکنن و اینکه اون دلار 285,000 تومان رو که میگن واقعا من آقای دکتر تا گلو تر بکنید اضافه بکنم اگر که ممکنه، چون من خیلی سوال دریافت کردم از دوستان که از شما شنیده بودن که از بازار رمزارزها باید بیرون اومد، با بورس ایران اتفاقا الان خیلی وضعیت خوبیه. اگر حالا با هم بیان شیوایی که دارید یه کوچولو اینجا هم یه دلگرمی از این جنس که خیالشون راحت باشه از این حرفی که میشنون پر از ابهام براشون نباشه، دوستانمون که دارن لایو رو میبینن، به وجود بیاد ممنون میشم در راستای همین آینده اقتصادی ایران. چشم چشم. من اول سوال قبلی رو پاسخ بدم، بعد اگر فراموش کردم باز دوباره سوال رو شما بفرمایید. در مورد ببینید، در مورد چشم انداز آینده الان وضعیت من واقعا نمیدونم، یعنی لا ادری. دقت میفهمید؟ یک سری مسائل خیلی خوب اتفاق افتاده که دولت قبل حاضر نشد اجرا کنه. ببینید سالیان سال، ببینید ما اقتصاد ما احتیاج به یک نوع سیاست هایی داره تحت عنوان سیاست های طرف عرضه شناخته میشه یا سپلای ساید اکنامی شناخته میشه. توجه فرمودید ما مشکلمون مشکل تحریم خارجی نیست، به قدری تحریم داخلی ما شدیده. و من حالا با عرض معذرت بسیاری از فارغ التحصیلان ما در جای مختلف فارغ التحصیلان مفیدم که دیدیم خیلی وقتا بحثمون شده بحث خیلی شدیدم شده، حرارت بالا میره. بله یه بار من جلسه رو ترک کردم، اتفاقا هر دو دوست ما از دوستان فارغ التحصیل مفید بودن. ببینید واقعیت این هست که ما در کشورمون اومدیم یک سیاست ملوک و طوایفی رو در طی چند دهه گذشته جا انداختیم، یعنی تمامی بازارها بسته شده، اقتصاد تبدیل به جزیره هایی شده که اگر شما با همدیگه مرتبط باشید و اگر جن خوب داشته باشید یا ارتباطات خوب داشته باشید یا یک در واقع رذیلتی متأسفانه بعضیا دارند که میتوانند در اینجور مواقع خودشون رو جا کنند و بالاخره از موقعیت ها استفاده کنند، این افراد بالاخره در نهایت میتونند در جزیره های مختلف حضور داشته باشند. مثلا ما احتیاج به 500,000 وکیل داریم، ولی حدود 70,000 وکیل الان داریم. بعد تازه جالب اینجاست که بعضی همون 500,000 تا فارغ التحصیل حقوق داریم، ولی فارغ التحصیلان حقوق اجازه وکالت ندارند. چرا اجازه وکالت ندارند؟ چون یک قانونی در مجلس تصویب شد که قانون وکلا، گفتن که اگر کسی خواست کار وکالت انجام بده حتما باید از قانون باید مجوز بده، از قانون باید مجوز بگیره. قانون هم میگه که همه بی سوادند و ما به کسی مجوز نمیدهیم، به طوری که امتحانی که اصلا کلا این امتحان برای مجوز غیر قانونیه به نظر من در همه دنیا. آقای فریدمن هم خیلی صحبت کرده، ولی خب همین فساد شما در امریکا هم میبینید. اونجا وقتی که این امتحان رو شرکت میکنن، اول امتحان در اختیار قانون وکلا نیست، در اختیار قوه قضاییه است. بعد وقتی افراد شرکت میکنن در هر امتحان حدود 50-60% افراد قبول میشن. در ایران در طی 20 سال گذشته بین 2-5% افراد در امتحان قانون وکلا قبول شدن. تازه وقتی این امتحان رو قبول شدن، بعدن رفتن 18 ماه کارآموزی دیدن، بعد اومدن یه آزمون شفاهی برای اینا گذاشتن به نام آزمون اختبار. حالا تو این آزمون شفاهی طرف ممکنه از طرف مقابل خوشش بیاد یا خوشش نیاد، بازم ریزش داشته. 2-5% افراد در امتحان قانون وکلا قبول شدن. این فقط قانون وکلا نیست، در مورد داروخانه ها هم همین هست، در مورد پزشکی که کلا آموزش پزشکی رو ما متوقف کردیم، در مورد مهندسی اجازه میدیم هر چقدر بخواد مهندس در واقع تربیت بشه، ولی در نظام مهندسی دوباره همین قضیه هست، در حسابداری حسابرسی همین قضیه هست، ثبت اسناد همین قضیه هست. 2500 مجوز داریم، 2500 در واقع مانع ورود داریم در اقتصاد ایران. دقیق میفهمه اینها همه باید تصحیح بشه، همه باید اصلاح بشه. از این جهت دولت جدید خیلی داره بالاخره یک مقدار عمل کرد، یعنی مجلس این قانونی که البته اگر من بودم که خیلی تغییرات به وجود می آوردن،
و خیلی قوی تر این قانون رو تصویب میکردن، ولی بالاخره قانون تسهیل کسب و کار فعلا تصویب شده. از اون طرف دولت یک کار خیلی زیبایی که انجام داد این هست که اخیرا اعلام کرده که بسیاری از این مجوزها فقط جنبه در واقع اعلام داره، اعلانی است. یعنی شما فقط بیاید توی وبسایتی اسم خودتون رو بنویسید مثلا میخوام نونوایی بزنم، مثلا شما نمیدونید، شاید هم بدونید یعنی، ولی ممکنه رشته دوستان نباشه ندونن. آقا نونوایی زدن در این کشور یک فاجعه خیلی بزرگیه، دقیق میفرمایید؟ یعنی شما چند سال دوندگی میخواد. بله، من حتی فردی به من گفت که پدرم دیگه نونوایی زد موفق بود، نونوایی دوم زد موفق بود، نونوایی سوم رفت بزنه. گفتن یعنی چی؟ چه خبرته؟ شما مثل که مسیر رو گم کردی، دو تا مجوز بهت دادیم حالا اومدی مجوز سوم بگیری؟ مگه فکر کردی اینجا کجاست؟ دخل می‌فرمایید. حالا مثلا کشورهای دیگه باشه به ایشون مثلا مدال مثلا کارآفرینی اکرام میشه، ولی در کشور ما اینطور برخورد. یا مثلا شاید ندونید که مثلا همین مسئله مجوز نونوایی یک مسئله امنیتی در کشور بود، اخیرا یک مقدار حل شده. یعنی میگفتن باید صلاحیت امنیتی طرف داشته باشه تا مجوز نانوایی دریافت بکند. در این حد کشور ما میدونید خیلی مشکلات شدیدتر از اونو که فکر میکنیم. از این نظر جنبه مثبتی رو من میبینم، ولی جنبه منفی هم این هست که به نظر میرسه که یک کلاب بسته‌ای شده در واقع حداقل مسئولیت‌های اقتصادی. تقریبا قریب به اتفاق افرادی رو که الان منصب‌های اقتصادی رو به عهده گرفتن رو بنده به خوبی میشناسم و معتقدم که افراد صاحب صلاحیت دیگری بودند که به کار گرفته نشدند و قطعاً دولت در آینده بهای این شاید تنگ نظری رو خواهد پرداخت. در این مسئله من شکی ندارم، مگر اینکه مشورت بگیرن. فعلا مشورت هم دیده نمیشه، ولی جهتگیری در زمینه سپلای ساید اکنامی یا اقتصاد طرف عرضه جهتگیری درستیه. این یک. اما سوال دیگری که یک مسئله دیگه در مورد دلار 280,000 تومانی این بحث است. ببینید این کار بوده که خود من شروع کردم و این در واقع این نامه‌ای که سازمان برنامه بودجه نوشته، یعنی در واقع پاسخی به بنده هست. دقیقا میفرمایید. من سال هاست که تلاش کردم، تلاشم این است که انشالله تورم رو انشالله اصلاح کنیم و بیاریم زیر 2%. برای این مسئله عرض کردم قدم اول این است که بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک بشه، جدا بشه. بعد از جنگ هم 2-3 سال این تفکیک رو داشتیم، قبل از انقلاب هم در دهه 40 همین تفکیک رو داشتیم، یعنی ما بودجه ارزی داشتیم یا پیوست ارزی برای بودجه داشتیم. ولی اگر این مسئله بشه اتفاق بیفته، اون وقت ما کسری بودجه پنهان ما آشکار خواهد شد و دولت با یک کسری بودجه خیلی بزرگی مواجه خواهد بود. راهکار چیه؟ راهکار اینه که اوراق منتشر بشه. خب وقتی ما اینو مطرح کردیم، مسئله اوراق تبدیل شد به یک پرونده امنیتی. یعنی اینجوری مطرح شده بود، حالا کی مطرح کرده، کجا مطرح شده، بنده اطلاع ندارم، ولی اینطوری مطرح شده بود که آره بعضی میخوان اوراق منتشر کنن که کشور با بحران بدهی مواجه بشود و بعد کشور فرو بپاشد، انقلاب از بین برود، ایران تجزیه بشود. اینجور مسائل رو مطرح میکردن، در حالی دقیقا معکوس بوده. تنها رایی که ما بزرگترین مشکل و بزرگترین تهدیدی که اقتصاد ایران رو در واقع به چالش میکشه مسئله تورمه. حتی من عرض کردم، بازم عرض میکنم خدمتون، تحریم نیست، تورمه. یعنی مسئله تورم خیلی مهمتره. اوراق گسترش بازار بدهی یا تعمیق بازار بدهی ضد تورمه. مهمترین در واقع اون درسی که اقتصاد دنیا گرفت همین مسئله بود که اوراق بیشتری منتشر میکردن، تورم رو کنترل میکردن، اقتصادم رشد اقتصادی هم اتفاق میافتاد. و اول با آقای پاول ولکر در امریکا 1981-1982 اگر ملاحظه فرمایید نرخ تورم رو کاهش دادن، بقیه دنیا هم آموختند و به جز ما و ونزوئلا و زیمبابوه و بقیه دوستان و برادران بقیه آموختند، یعنی آرژانتین و سودان، سودان جنوبی، کلا 4-5 کشور دنیا هستن که تورمای خیلی بالا دارن. اخیراً آقای اردوغان هم به ما پیوسته و دخالت میکنه در اقتصاد و نظرات غلط میده و حالا ببینیم نتیجه در نهایت چه خواهد شد. ولی کلا لیگ کشورهای تورمی دنیا 6-7 تا کشور بیشتر نیستند و اینها لیگ ثابت هم هستن، اصلا این چیزشون هم تغییر نمیکنه. علی حق ببینید، مسئله اینجاست که تعمیق بازار بدهی خیلی مهمه. حالا سازمان برنامه اومده یک گزارش مغلوطی که تعداد غلط‌ها بسیار بالاست، اصلا از واقعا نباید جدی گرفت. اومده میگه من یه محاسباتی انجام دادم که کشور بله به سمت ورشکستگی میره. حالا من چرا عرض میکنم که مطلقاً چنین چیزی نیست؟ برای اینکه تا زمانی که شما نرخ اوراقتون یا نرخ بهره در اقتصادتون زیر نرخ تورم باشه، هر چقدر شما اوراق منتشر کنید این بهرش منفیه، یعنی کوچیک میشه. دقت میفرمایید؟
یعنی به صورت واقعی اگر شما در نظر بگیرید به صورت اسمی بزرگ میشه. یعنی عدد شما مثلا عدد مثلا شما امسال 100 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید، خب این یک سود 20 هزار میلیارد تومانی بهش تعلق پیدا میکنه دیگه، تعلق میگیره. حالا بگیم اگر خیلی خیلی ما این چیز کنیم، یعنی افراد کنیم، مثلا میشه 30%. پس سال بعد این 100 هزار میلیارد تومان به شما میشه 130 هزار میلیارد تومان. این مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه کل اندازه اقتصاد با نرخ تورم رشد میکنه. اگر نرخ تورم شما الان 50% باشه، دقیقا نسبت بدهی شما کاهش پیدا میکنه. مثلا اینه که نسبت بدهی خیلی افزایش پیدا نکنه. بعد جالب اینجاست که در این گزارش بین در واقع بدهی داخلی و خارجی هیچ تفکیکی قائل نشده. اینا انقدر با هم متفاوتند. اصلا ما تا حالا در دنیا مشکل در واقع ورشکستگی دولت از بدهی داخلی نداشتیم. این آقا اومده برای خودش یه مسئله مطرح کرده. ببینید یعنی یک دستگاه بزرگ کشور هیچ گونه پرسجویی هم نمیشه، یعنی بازخواست نمیشه که آقا شما از کجا اومدین از صحبت‌ها رو کردین. بعد اومده این مطلب دیگر رو مطرح کرده. بنده خب در بریز در جریان این مسائل بودم، سالهاست در جریان این مسائل هستم که به هر نحوی شده. البته قبلا اینطوری بود، به نظر میرسید مثلا میان با حوزه‌های علمیه، مثلا با مراجع صحبت میکنن، با مثلا اعضای مجمع تشخیص صحبت میکنن، با نمایندگان مجلس صحبت میکنن و سعی میکنن که یک تهدید ساختگی رو در واقع در ذهن افراد به وجود بیاورند. دقیق میفرمایید اعلام کردن، همین در همین گزارش هم نوشتن، اعلام کردن اگر که نسبت بدهی ایران به 50% برسه، فروپاشی تمام شد، اصلا ورشکستگی کشور تمام شد، از بین رفت. قبلا هم اینو گفته بودن، بنده رفتم عرض کردم از کجا اینو گرفتید، گفتن از صندوق بین‌المللی پول. یعنی صندوق بین‌المللی پولی که بقیه جاها مرجع ما نیست، الان اینجا مرجع ما. بعد بنده رفتم تحقیق کردم، دیدم صندوق بین‌المللی پول گفته که ما یک نسبت 80% میگذاریم، ولی هیچ کشوری تا 100% مطلقا مشکل تا حالا پیدا نکرده. دقیقاً برای 50% کجا، 100% کجا؟ تفاوت اینا 10 سال 15 ساله. یعنی اگر 10 سال شما مرتب اوراق همون کسری بودجت از مال اوراق تامین کنی، رشد هم نداشته باشی، همین وضعیت ادامه پیدا کنه، تازه میرسی به نسبت 100%. دقیقاً میفهمه تازه اونی که صندوق بین‌المللی پول گفته برای کشورهای معمولی دنیاست. کشورهای معمولی دنیا بخشی بدهی خارجی دارن، بخشی بدهی داخلی دارن. کشور ایران کمترین مقدار بدهی خارجی در دنیا رو داره. اینا ما نخواستیم، ما تحریم شدیم، کسی به ما وام نمیداده، ما نسبت بدهی خارجی مون اومده به صفر رسیده. کشوری که بدهی خارجی نداشته باشه اصلا مگر ورشکستگی داره؟ خب این مباحث گفته میشه. به نظر من هدف این هست که تورم، جلوی تورم گرفته نشود، چون ابزار اصلی که ما داریم همین اوراق هست و تفکیک بودجه ارزی از ریالی هست و در نهایت عملیات بازار باز هست که من یک بار دیگه در همین جا اشاره کردم. اما در مورد سوالی که شما فرمودید، ببینید یک من فقط 2-3 دقیقه در یک لایوی در مورد رمز ارزها صحبت کردم. رمز ارزها وضعیت خیلی خوبی داشتن در 2-3 سال گذشته، منتها دوستانی که مثلا وارد این بازار میشن آشنایی ندارن. اون سوالی که اول مطرح فرمودید که آیا برای ورود به بورس باید اقتصاد بدانیم، عرض کردم قطعا باید اقتصاد بدانیم. برای ورود به بازار رمز ارزها آیا ما باید اقتصاد پولی بدانیم؟ قطعا باید اقتصاد پولی بدانیم. باید بدانیم چرا بیت کوین شد 66,000 دلار، چرا بیت کوین ممکنه تا 100,000 دلار هم برسه، و چرا بعدش ممکنه بیاد پایین برسه مثلا به قیمت 10,000 دلار و 15,000 دلار و شاید 5,000 دلار و تا اینجا ممکنه برسه. ببینید دلیل این هست که به دلیل بحران کرونا مقدار زیادی چاپ پول در دنیا انجام شده، خلق پول در دنیا انجام شده، حجم خلق پول هم بسیار بالاست. یک مکانیزمی رو در بعد از سال 2008، بحران 2008 که شد، یک مکانیزم جدیدی رو به جعبه ابزار سیاست‌های پولی دنیا افزودن به نام QE یا quantitative easing یا تسهیل مقداری یا تسهیل کمی. در این تسهیل کمی با شدت بسیار بیشتر پول تزریق میشه به اقتصاد. در اون زمان محدودیت های قائل بودن بر روی QE. در زمان بحران کرونا کل محدودیت ها رو برداشتن، یعنی میگن هر چقدر شد پول چاپ کن. و اتفاقا یارانه نقدی مثل یارانه احمدی نژادی هم اتفاقا در آمریکا و کانادا دقیقاً خلق پول از این طرف انجام میشد، از این طرف دولت البته اوراق منتشر میکرد، ولی دولت بالاخره استقراض میکرد و پول در اختیار جامعه قرار داد تا خیلی به خوبی بحران رو کنترل کردن. یعنی نرخ بیکاری که مثلا در امریکا در عرض چند ماه به بالای 10% و 12% رسید، الان به زیر 5% کاهش پیدا کرده. از یک ماه دیگر، چون امروز هم من میدیدم
در واقع شبکه های اقتصادی رو، از احتمالا از یک ماه دیگه یا دو ماه دیگه تیپرینگ شروع میشه. تیپرینگ یعنی اینکه تیپر، شاید بعضیا بدونن مثلا میگن تیپرینگ بادی، تیپرینگ بادی یعنی اینکه بادی بیلدینگ کار میکنن، مثلا شونهشون خیلی بزرگه، شکمشون خیلی نازکه، دقیقاً مثلثین، اینا رو میگن تیپرینگ، یعنی از بزرگ به کوچیک بیاد. حالا همین قضیه قرار هست در مورد سیاست‌گذاری پولی هم تکرار بشه، یعنی شروع کنن به کم کردن تزریق پول. وقتی تزریق پول کاهش پیدا کنه، اون وقت بازار رمزارز اصلا بازار در واقع بازار امنی نخواهد بود. این رو، این نکته بوده که من میخواستم هشدار بدم. من نخواستم بگم آقا رمزارزتون رو بفروشید یا نفروشید، اصلا به من ربطی نداره، ولی من همونطور که در بازار بورس سال گذشته هشدار دادم و ملاحظه فرمودید و خیلی هم با تعنی هشدار دادم، همونم شد آقای دکتر. بله، چون واضح بود، یعنی مشخص اصلا بازار بالاخره ما یک نسبتایی داریم، میتونیم مثلا پزشکی میمونه ببینه بیمارش مثلا فشار خونش 24، خب میگه الان سکته میکنی، الان ممکنه سکته مغزی کنی، خونریزی کنی، دقت میفرمایید؟ خب برای بنده بالاخره به عنوان کسی که سالها در این بازار بودم محرز بود که این بازار نمیتونه با این بابل نمیتونه ادامه پیدا کنه. اون زمان متأسفانه نتونستم خیلی عام خیلی گسترده هشدار بدم، این دفعه چون رمز ارز اینجا متولی نداره، دقیق فهمیدید؟ خب راحت‌تر ما گفتیم که آقا مواظب باشید، ممکن هر اتفاقی در بازار رمزارز بیفته. هرچند که من برداشتم این است که شاید تا دو برابر این مثلا نرخ بیت کوین افزایش پیدا بکند، ولی وقتی ریزش داشته باشه که خیلی احتمالش زیاده که حداقل در سال 2023 ریزش داشته باشه، خیلی احتمالش میره. حالا تیپرینگ که شروع بشه، اول که خلق پول که دفعه صفر نمی‌کنه، کم کم کارش میدن، بعد ببینیم تاثیرش چگونه خواهد. در مورد بازار بورس که فرمودید، بازار بورس الان ارزان هست، ولی ما ریسک هایی که در اقتصاد داریم خیلی گسترده است، دقیق میفهمید؟ اینها باید در نظر بگیریم. ما الان مسئله برجام مشخص نیست و احتمالا داریم به سمت یک تقابلی پیش میریم، خب اینها هم در کوتاه مدت ممکنه تاثیر بذاره بر بازار سهام، ولی قیمت سهام نه همه بازار. اگر 700 تا سهم داشته باشیم، 600 خورده سهم داشته باشیم، از این 700 حدود 700 سهم یه چیز حدود 100 سهم به قیمت یا ارزان هستن، یعنی هنوز 600 سهم گران هستن. بنابراین بدون تحقیق، بدون مشورت با افراد خبره، اگر به صورت رندوم در این بازار افراد وارد شن، احتمال زیاد ضرر میکنن. ولی اگر که از طریق در واقع غیر مستقیم وارد کنن، مثلا از طریق صندوق ها وارد بشن یا از با خبرگان مشورت کنن، به باور بنده، مجلس خبرگان یا خبرگان دیگه، اگر که مشورت کنن به باور بنده، به وضعیت خوبی میتونه منجر بشه، علارغم ریسک هایی که در طی چند ماه آینده خواهیم داشت. خب این ریسک ها هم داشته باشیم، قیمت ارزان تر میشه، در واقع شرایط برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم میشه. یک مثالی هست در زبان انگلیسی، میگن که with adversities always comes opportunities، یعنی هر وقت اوضاع خراب میشه فرصت هم همون وقت ایجاد میشه، همیشه باش با تهدید فرصت هم میاد. در خدمت شما هست آقای دکتر. هیچ وقت تا حالا نبوده که من توی برنامه احساس میکنم یه سر ساکت بشم، فکر کنم چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خیلی شد با من پکیج خیلی خوبی رو شما خیلی سریع هم توضیح دادید و یه مجموعه دیتا خیلی خوبی بود. من نمیدونم، حالا قبل از اینکه از شما درخواست کنم که کوتاه یه وقت لایو رو از دست ندید و بشه تا آخر باشیم، من این رو یاد گرفتم که دیگه اینو فهمیدم که در 4 سال دوم یک دولتی ما باید بریم دلار بخریم، چون که حتما یه جهش زیادی خواهد داشت. یه همچین چیزی رو همچنان میشه متصور بود؟ یعنی این دید درستیه نسبت به روندی که بازم داره دولت های رئیسی جلو میبره یا نه؟ بله، ببینید، دولت های رئیسی به نظر من طابق و نعل به نعل داره دولت آقای روحانی رو تقلید میکنه، به جز اون مسئله خیلی خوبی که در مجلس در زمینه کسب و کار اتفاق افتاد که دولت آقای روحانی اصلا گوش شنوایی در این زمینه نداشت متاسفانه. دقیق می‌فرمایید. بنابراین الان هم باز همین هست که سیاست‌های تثبیتی در واقع دستوری در پیش گرفته بشه، فعلا که همین مسیر داره طی میشه. بالاخره نرخ تورم هم بالا رفته، نرخ ارز هم افزایش پیدا کرده، به بالاتر از حتی نرخ حقیقی خودش رسیده. بنابراین وقتی به بالاتر از نرخ حقیقی میرسه، خیلی راحت میشه قیمت ارز هم کنترل کرد. منتها مشکل اینه که دسترسی به ارز خارجی الان وجود نداره، یعنی به محض اینکه دسترسی به ارز خارجی به وجود بیاد، احتمالاً سیاست‌های ارزپاشی و راندپاشی و
سیاست هایی که از دهه 50 تا امروز عرض کردم خدمت رو ادامه داشته و واقعا مایه تمسخر دنیا هم هستیم. دقیق میفهمید؟ به ما میخندن میبینن که اینجوری داریم عمل میکنیم، البته برای خودمون که مایه عذاب واقعا مایه مصیبته. اما فعلا که ذهنیت دقیقا همون ذهنیت سابقه، من هیچ تغییری در ذهنیت اقتصادی، حتی همون افراد، یعنی وزیر اقتصاد آقای روحانی در دوره اول الان عضو در واقع شورای اقتصادی دولت شده، البته اعلام نشد ولی اگر عکس تصاویر و اینها دیگه مشخصه که چه افرادی حضور دارند. به نظر من دقیقا همون سیاست ها دوباره تکرار میشه و ممکنه که در نیمه دوم، منتها ممکنه که بالاخره ما داریم آگاه سازی میکنیم، شفاف سازی میکنیم، ممکنه ندای ما یه زمانی برسه، فعلا که نرسیده، ممکنه برسه و تغییرات به وجود بیاد. به باور بنده خیلی راحت میشه تورم رو کنترل کرد، وضعیت بازار ارز رو برای همیشه اصلاح کرد، خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. در روسیه خانم نابیولا از 2014 که روسیه تحریم شد، خانم نابیولا واقعا معجزه کرد در روسیه و کار خاصی هم انجام نداده، به توسعه علم اقتصاد عمل کرده. من یک بار یک جلسه بود با آقای جهانگیری دیدم و صحبت بنده گوش نمیکنه، بعد از جلسه رفتم خدمتشون عرض کردم، گفتم آقا منو قبول ندارید، یک نفر فرستاده بفرستید روسیه با رئیس بانک مرکزی روسیه صحبت کنید ببینید در مقابل با تحریم ها چه کرد. خب آقای جهانگیری روشو برگردوندن از بنده فهمیدم باید خارج بشن. و یک بار دیگه با آقای همتی عرض کردم این مسئله رو، آقای همتی به من گفتن اتفاقا ما جلسه با رئیس بانک مرکزی روسیه خانم نابیولا داشتیم و ایشون رو کرد به مشاوران خودشون و گفت که باید از ایران بیاموزیم و برید ببینید ایرانی ها چه کردن. گفتم واقعا اعتماد به نفس واقعا آقای دکتر من یه استرسی دارم و اینکه برنامه رو قطع بشه نتونیم ضبطش بکنیم، اگر شما صلاح بدون اجازه بدید آقای مقیم خان هم اجازه بدن، خواهش کنم که سیف که کردیم این ویدیو رو یه 10 دقیقه نهایت 15 دقیقه برگردیم، چون الان سوالات تازه داره از شما زیاد میشه، از اول خیلی سوال نذاشتیم و راجع به کلینیک اقتصاد هم من خودم دوست دارم که برای بینندگانمون بیشتر اگر میشه توضیح بدید، باید سوالی هم بپرسیم اگه اشکالی نداره سیف کنیم، دوباره وقتی که سیف شد دوباره بیایم بالا، فکر میکنم نهایت 15 دقیقه مزاحم شما بشیم. در خدمت شما هستم. مایه هستم. دوستان بزرگواران من لایف رو قطع میکنم. فعلا خدا.